سعید، شوخیات و یاسر یادته؟ همین که من میگم درسته. ولی این دفعه اشکال از کی بود؟ حالا حکایت جامعه ایرانه، جامعه ای که در آستانه قلیان، گلیان بود یا قلیان؟ قلیان. یادته تو همین استودیو وقتی بعضی جملات تو زبونت نمیچرخید یا جمله ای رو فراموش میکردی، چطور یاسر وارد میشد و با همون طنز شیرینش تو رو تحسین میکرد و بالاخره خستگی رو از تنت بیرون میآورد؟ یادت هست؟ همون اولش رو خراب کردی دیگه، اعصابم خورد شد دیگه. چیه؟ ریشه آرزوهایی مثل اعتیاد و فساد. من میخوام خیلی ریلکس برم. من میگم اگر این انگلیسی باشه خیلی بهتر اجرا میکنم. اینقدر اینجا گرمه پشه داره. پشه منو الان زد. جوانان دلیر سوری برای نبرد با دیکتاتوری. جوانان دلیر سوری. جوانان سوری. ببین دلیر با سوری جوری میشه نه؟ نه اینجوری نمیشه. اه؟ بعدها با پدیدار شد. بعدها با. نه مشکل نیست. این دفعه همه اقشار جامعه باید دست در دست هم به هم اقاف دادم، گفتم جمعش کارم نشد. انجمن شوالیه‌های کارگر به مرور اعضای خودش رو از دست داد و رو به افول گذاشت. افول؟ افول چیه؟ ببین این افول رو نمیشه کرد نزول؟ ما رو هم دایی کنیم یه باری. مرور کوتاهی بود بر تاریخ. در بهار با پشت سر. یه دقیقه باید بشینم تو پونچیز. توجه شما رو به این فیلم کوتاه که با شعری زیبا همراهی شده جلب میکنم و قبل از اون شما عزیزان رو به خدا میسپارم. آخریشه، تو میتونی بابا. ترانه آزادی ما رو میخونید، بذارید با آواز دل شما. شرمون کردین آواز ترانه خون رو شرمون کردین. یه گام بشنم برم. راستش من با شنیدن این خبر به یاد محمد بوعزیزی افتادم، همون جوان تونسی که مثل محمد مجدم. یا لحظه سرم گیج رفت. نه با امید به این که برنامه امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راستی سریال راز کیهان رو یادته؟ یاسر هفته ها مهمون فردای ما بود و ما و همه بیننده هامون رو با خودش می برد تا اعماق تاریخ، می برد تا قعر اقیانوس ها، بعد گام به گام داستان تکامل رو برامون تعریف می کرد. اون زمان اجرام آسمانی اونقدر زیاد بودن که اصلا فرصتی برای شکل‌گیری حیات برای زمین وجود نداشت. نیروی بعدی نیروی جاذبه است، همون نیروی شگفتی که حرکت‌های پیچیده همین سیارات رو حول این خورشید سازمان می‌دهد، همون نیرویی که به زمین بیقرار ما آروم و قرار می‌دهد. اینه که وقتی من این سنگ رو به هوا پرتاب می‌کنم چه اتفاقی می‌افته؟ راهی برای فرار وجود نداشت، برخورد غیر قابل اجتناب بود. نمیخواد نگران باشیم، من سالمم. این آخری هم که صدای قشنگش رو هر هفته تو برنامه شطرنجی میشنیدیم. اولین برنامه شطرنجی رو با یه سوال شروع میکنیم، سوالی که ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه. چرا میگیم رژیم ولایت فقیه در فاز پایانیه؟ عجب تیمی بودید سعید، تیمی که موتور محرکش رحمان بود، یلی با اون همه تجربه و اون همه مهارت. هر جا کار سخت میشد رحمانو میدید که بیرنگ و بیریا آستین بالا میزد. از سالهای اول دهه 80 که با گذری در اشرف ما رو با لحظه های پایداری پرشکوه همراهی میکرد،
تا اون نقش دوست داشتنیش تو سریال پیروز میشویم. سلام، من حسین آصفی‌ام. سال 1308 تو خیابون دلگشا به دنیا اومدم. روزنامه فروشم. یه دوچرخه دارم که مال اخوی بزرگمه. از دروازه دولاب تا لاله‌زار رکاب میزنم و روزنامه میفروشم. ظهر 30 تیر وسط اون قوقای میلیونی منم بودم. یه گلوله خورد تو کتفم. هنوزم جاش هست. و بعد هم حضورش در سریال از قطره تا دریا. ببینم این علما و روحانیت توصیه ای سفارشی چیزی نداشتن؟ چرا بابا، گفته بودن تظاهرات نکنید. ولی کی گوشش به این حرفا بده کاره؟ اونا یه سری صحبت ها میکنن. ببین شعارا چی بود؟ آره شعارا از مرگ بر شاه بود تا تنها راه رهایی جنگ مسلحانه یا تنها راه رهایی راه مجاهدین است. و صدای پرتنینش تو نمایشک دانشگاه ما، اونجا که با ناصر عزیز گپ میزد و بحثای داغ دانشجویی رو به تصویر میکشید، اونجا رو میگم. شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه چجوری تو خیابونا جاری شد؟ به قیمت همین خونا دیگه. ولی محصولش پیامی شد به همه دنیا که آقا این ملت این حکومت رو نمیخوان، خواستشون سرنگونی این حکومته. ببین تو این حرفای شما من اینو خیلی قبول دارم که مردم قدرتشون رو دیدن، اما اتفاقا چون دیدن با اون قدرت به جایی نرسیدن، الان دیگه اون آمادگی نیست. آه که چقدر دلتنگ چشمهای مهربون ناصرم، چقدر دلم هوای خنده های قشنگش رو کرده. با اون ته لهجه دلنشین مازندرانی همیشه از امید و ایستادگی میگفت، همیشه تو نگاهش ایمان موج میزد. چون هر دوشون نفر این نظام هست، کاری که به ضرر کل نظام تمام بشه که نمی کنن. هر بار قیافه این یارو روحانی میبینم حالم گرفته میشه. چرا؟ مگه سر بقیه آخونده احساس دیگه ای داری؟ نه، تا جایی که برم گرده به این آخونده تو همین برد از اون حکومت. خب؟ برو. نه، تا جایی که برم گرده به این آخونده یا آخونده پدر شده یا حالا گرفته شوهر نداری. میدونی سعید، این روزا خیلی به شما فکر میکنم، به حماسه شگفتتون، به پایداری درخشانتون، به زندگی پربار و شهادت پر افتخارتون. سعید، تو و باقی بچه ها با خلق کهکشان اشرف همه ی حرف ها رو به زیباترین شکل ممکن زدید. شما راه رسیدن به فردا رو فراتر از همه شعارها و ادعاها نشون دادید. جوانای ایرانی خوب میدونن که آخوند حکومتی هر طور هم که خودشو بزک کنه باز هم آخوند و شیاد. باز هم هدفی جز به بند کشیدن انرژی های جوانا و طولانی تر کردن عمر این رژیم نداره. در صورتی که جوانای ایرانی به دنبال شیشه عمر این رژیم هستن تا اونو به سنگ بکوبن و به زباله‌دان تاریخ بفرستن. شما نشون دادید که مجاهد خلق وقتی خطاب به نسل جوان ایران از آزادی و دموکراسی و زندگی بهتر حرف میزنه، وقتی از شکستن دیوارها و گسستن زنجیرها میگه، معنی حرفشو میفهمه، قیمتش رو میدونه و خودش قبل از همه این قیمت رو هر چقدر هم سنگین و هر چقدر هم خونبار میپردازه. یکی هم همونجا دوره لحظاتی قبل از درگیری بود که میخواستم به ما برسن، به شوخی برگشتم بهش گفتم، گفتم کفایی اگه من شهید شدم این کیف و وسایل من برای تو. ماشاءالله خود با لبخند همیشه گیش نگام کرد، لبخند باشه. تو باقی یاران شهیدت ارزش جدیدی رو خلق کردید. شما سنت شکنی کردید. جوانهای ایرانی حالا به چشم میبینن که مجریای سیمای آزادی قبل از اینکه مجری یا گوینده باشن مجاهدن. بیرون گود نیستن، وسط میدونن، تو صحنه کارزارن، صف مقدم نبردن. مرگ بر اصل ولایت فقیه، هیهات به ند الله، کور قندی، هر چی قرار سنگ بارو کنی ما تا دینش هستیم. اجرای برنامه برای اونها بخشی از کارزار بزرگ سرنگونیه. به خاطر همینه که حرفاشون
از دل برمیاد و بر دل میشینه. قدر زمان رو باید دونست. برای اینکه ثانیه هامون معنا و مفهوم پیدا کنه، باید اونها رو به هدفی بزرگ گره بزنیم. هدفی مثل آزادی. هدفی مثل فردای ما. میدونم که الان شما توی یه جای خوب خوب مثل همیشه جمعتون جمعه و به ما و به راهی که در پیش داریم نگاه میکنید. خوب میدونم که لابد حتما همین حالا داری به من و باقی بچه های فردای ما میگی چرا اینقدر تأخیر داشتید؟ چرا برنامه رو زودتر شروع نکردید؟ ای که میونه حسارای سنگی یه تنه واسادی داری میجنگی. شروع میکنیم سعید، سرشارتر و پرکوبتر از همیشه شروع میکنیم. حالا ما قویتر از همیشه ایم، رزماورتر و پر انرژی تر از همیشه ایم. در همین فاصله کوتاهی که از شهادت شما گذشته، نامه ها و ایمیل های زیادی از جوان های پرشور ایرانی به دستمون رسیده که پیام مشترک همه اونها تکثیر ارزش ها و ادامه راه پرفروغ شماست. اونا برای همکاری با فردای ما و پر کردن جای شما اعلام آمادگی کردن. هر قطره از خون پاک شما در رگ های میلیون ها جوان ایرانی جاری شده و این همون واقعیتیه که آخوندها به شدت ازش هراس دارن. فردای ما رو شروع میکنیم. با یاد و خاطره همیشه جاوید شما شروع میکنیم. شما که حالا عکساتون دست به دست تو شهرهای میهن میگرده و پیامتون زینت دیوارهای خیابون هاست. شما که به تعداد همه جوانهای اشرف نشان ایرانی و رزماوران یگانهای ارتش آزادی تکثیر شدید و نام هر کدومتون به رمز جنگ هزار برابر برای سرنگونی افریت ولایت فقیه تبدیل شده. بچه ها، شما در ما زنده اید. انتقام خونهای بیگناهتون رو میگیریم و ایمان داریم که خورشید فردای ما از افق فدای بیکران شما طلوع میکنه. ودایی در کار نیست. نه، هیچ ودایی در کار نیست. سلام سعید، سلام یاسر، سلام رحمان، سلام ناصر. آهای جوانای ایرانی، آهای اشرف نشانهایی که برای تکثیر پیام اشرف و کهکشان سر از پا نمی شناسید، سلام. به فردای ما خوش اومدید.